جا باشون همدرد و همدلیم. 21 آذر نجات آذربایجان رو ساروزش رو به همیهنان و همه همیهنان، به ایران دوستان، به ویژه به ایران دوستان آذربایجان شاد باش میگم. 21 آذر رو ما از چند جهت باید ارج بگذاریم. طبیعتاً یکیش به طور مشخص بازگشت بخش جدایی ناپذیری از خاک ایران زمین به مام میهن بوده، بخشی که برای یک سال دست کم توسط فرقه دموکرات آذربایجان، فرقه دست نشانده ارتش سرخ شوروی، تجزیه موقت شده بود. از سوی دیگر جریانی که رخ داد و خوشبختانه نهایتا با پیروزی ملت ایران همراه شد، یعنی همین جریان فرقه دموکرات و تجزیه موقت آذربایجان در فاصله بین 1324 تا 25، آخرین گامی بود که برای تفکیک بخشی از ایران زمین، ایران کنونی صورت گرفت و این بار موفقیت با ما بود. شوربختانه در سده 19 هم در طی دو سری جنگ هایی که بین ایران و روسیه رخ داد، 1812 و 1825 اگه اشتباه نکنم، که پیامدش دو تا قرارداد ننگین گلستان و ترکمنچای بود، بخش بزرگی از قفقاز رو ما از دست دادیم. بخش هایی که برای سده های بسیار طولانی یا بخشی از ایران شهر بودند یا دست کم زیر نفوذ شدید فرهنگی ایران بودند، گرجستان، ارمنستان، جمهوری کنونی آذربایجان یا همون جمهوری باکو و نخجوان و قره‌باغ که در جریانید. این آخرین کوشش بود برای کندن بخش دیگری از میهن که خوشبختانه با رادمردی و ایستادگی هممیهنان، به ویژه خود هممیهنان آذربایجانی، ارتش ایران، شاه کشور، سیاستمداران میهن دوست و از جمله حتی آدم هوشمندی مانند قوام السلطنه، با تقریبا کنار هم قرار گرفتن تمام این عناصر ما توانستیم که آذربایجان گرامیمان را از دهان شیر، یعنی جوزف استالین و شوروی سابق، بیرون بکشیم. فرقه دموکرات آذربایجان، جناب کیا، در خلأ قدرتی که پس از سقوط رضا شاه در شهریور 20 ایجاد شد در ایران رشد کرد. خب می‌دونیم که کشور تحت نفوذ قدرت‌های خارجی قرار گرفت، کشور اشغال شده بود، رضا شاه را به تبعید فرستادن، شاه جوان در 22 سالگی تاجگذاری کرد، محمد رضا شاه در حتی خود پایتخت هم قدرت ایشون نداشت چون کشور اشغال شده بود، دست نشانده ها اینجا و اونجا به خاطر منافع بریتانیا یا منافع شوروی به هر حال مشغول شده بودند. به طور مشخص استانهای شمال غربی و شمال شرقی مثل آذربایجان و کردستان در شمال غرب و خراسان در شمال شرق در زیر نفوذ روسا در آمد و استانهای جنوبی کشور، خطه های فارس و خوزستان و بختیاری و اینا تحت و بوشهر و اینا تحت نفوذ بسیار زیاد و حضور حتی فیزیکی انگلیس ها در آمد. طبیعتا شرایطی که ایجاد شده بود، اون خلأ قدرت و خلأ حضور و حضور مستقیم نیروهای بیگانه در پی سیاست های استعماری شوروی، بنابراین بود که دو بخش دیگر از کشور هم جدا بشه، آذربایجان و کردستان، و واقعا پایمردی کسانی که توانستن چه با سیاست ورزی، چه با ایثار کردن جانشون، چه با هم راهی کردن با ارتش شاهنشاهی ایران در آن هنگام، این دو بخش مهم کشور رو به دامان کشور برگردونند و باید واقعا دست مریزاد گفت، باید نشانه احترام به اونا از جا برخاست و باید هر 21 آذر این جریان رو از هر زاویه‌ای که برای اون مقدور بررسی کنیم، برای اینکه یاد بگیریم با حتی ترفندها و برنامه های قدرت های بزرگ یا حتی ابر قدرت های بزرگ برای کشورمان، ما بیکاره نیستیم و حضور ما و نقش ما و شعور ما و میهندوستی ما میتواند کارساز باشه
و از تضعیف بیشتر ما و ایران عزیز جلوگیری کنه. بله، سپاسگزارم جناب نژاد. خب مسائلی که در ارتباط با فرقه دموکرات آذربایجان هست و اسنادی که ارائه شد، چه در درون میهن و چه در خارج از کشور، بسیاری از پژوهشگران آمدن به این مسئله پرداختن و به صورت دقیق و کاملا مستند به این رویداد تاریخی پرداختن. اما در این میان عده‌ای هم افرادی بودند با غرض‌های سیاسی و با پشتیبانی از جریان‌هایی که به هر حال میتونیم نام پانتورپ رو روشون بذاریم، آمدن زمانی که نقد میکنن به جریان فرقه دموکرات آذربایجان، برخی صرفاً استالین رو در این جریان از زاویه خودشون مقصر میدونن در ارتباط با ایران و حرکت‌هایی که در درون ایران صورت گرفت در مناطق آذرنشین به ویژه آذربایجان به طور کلی، اون حرکت‌هایی که صورت گرفته رو به صورت خودجوش یا ملی از این واژه‌ها استفاده کردن به صورت کاملا مغرضانه و هدفمند. از جمله افرادی که به این مطالب پرداختند، فردی به نام جمیل حسنگی هست که متاسفانه برخی از پژوهشگران چه در درون میهن چه در خارج از کشور از منابع و فکت‌هایی که استفاده می‌کنند از جمیل حسنگی هست. حتی رادیو فردا، بینندگان و شنوندگان عزیز، از این فرد به نام جمیل حسنگی به عنوان فردی استفاده میکنند که اسناد درستی رو در این ارتباط ارائه داد. جناب حسنگی هم توسط زنده یاد نادر پیمانی که در گذشته خودشون هم به هر حال زاده یکی از مناطق آذرنشین هستند و هم توسط جناب حمید احمدی مطالبی که نوشتند کاملا به این نکته اشاره کردند. از جمله مواردی که در ارتباط با فرقه دموکرات آذربایجان هست و جناب حسنی بهش اشاره کردند، موضوع آذربایجان شمالی و جنوبی است که در هیچ کدام از اسناد چه در دوران پیش از فرقه مسئله آذربایجان شمالی و جنوبی نداشتیم. حتی خود سران فرقه که در مدت یک سال بخشی از آذربایجان رو تحت اشغال خودشون داشتن، اشاره‌ای به آذربایجان شمالی و جنوبی نکردن و پس از اون بود که عده‌ای از سران فرقه که فرار میکنن میرن و به شوروی پناه میبرن، از واژه آذربایجان شمالی و جنوبی استفاده میکنن. یکی از افرادی که در این زمینه نقد بسیار درستی انجام دادند جناب جلال متینی هست، در کتاب من اینجا نشان میدم، ایران در گذر زمان، نوشته استاد جلال متینی هست. در این کتاب بخشش مربوط به آذربایجان هست که در مورد آذربایجان شمالی و جنوبی ایشون نقدی انجام میدن نسبت به خود فرقه. در صفحه 313 این کتاب به این صورت آمده: پیش از این نیز گفتیم که هواخواهان و ماموران دولت اتحاد جماهیر شوروی حتی در دوران حکومت یک ساله فرقه دموکرات آذربایجان هرگز از دو آذربایجان شمالی و جنوبی و یا ضرورت الحاق آن دو سخن نگفتند، ولی پس از آن که بساط فرقه دموکرات آذربایجان با بازگشت ارتش سرخ از ایران برده شد و گروهی از پیشقراولان آن حزب نیز به خاک اتحاد جماهیر شوروی پناهنده شدند، در آنجا به روایت عنایت الله رضا که خود حاضر و ناظر بوده، چون جناب زنده یاد عنایت الله رضا ایشون هم یکی از کسانی بودند که عضو فرقه بودند ولی پس از اون به جریان‌های ملی ایشون میپیوندند و افشا میکنند جریان فرقه دموکرات رو، مسائلی مانند البته زنده یاد نصرت الله جهانشاهی و افشار که در برنامه اشاره میکنیم، در آن مسائلی که در دوران حاکمیت فرقه دموکرات آذربایجان صورت مخفی داشت، پس از مهاجرت به اتحاد جماهیر شوروی صورت علنی یافت. بعد حتی تلگرام هایی که انجام میدن در مورد افرادی که به شوروی پناه میبرند، یعنی پس از اینکه فرقه فرو پاشید، یعنی پس از آذر 1325، نامه‌ای که می‌نویسن به این صورت است: از تأسیس فرقه رهبر عزیز و پدر مهربان رفیق جعفر باقرو، رهبر و پدر معنویشون شوروی‌ها بودند. از تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان که رهبری پیکار مقدس خلق آذربایجان در راه آزادی ملی و نجات قسمت جنوبی سرزمین زاد و بومی وطن عزیز ما آذربایجان را که سال‌هاست
در زیر پنجه های سیاه، البته به گفته این پانتورکا، شوبینیستای فارس دست و پا میزنند بر عهده دارد. سه سال تمام میگذرد، سومین سال تاسیس این فرقه، مبارزه را به کلیه علاقمندان خلق آذربایجان شالباش میگوییم. نکته‌ای که خواستم در این برنامه بگم مسئله همین آذربایجان شمالی و جنوبی است که سران فرقه مسئله رو مطرح میکنند. بعد نتیجه گیری که جناب جلال متینی از گفته هاشون در صفحه 314 کتاب مطرح میکنند به این صورت است. نکته مورد نظر این است که در دهه اخیر با موضوع تقسیم کشورهای کره و آلمان به دو قسمت شمالی و جنوبی و شرقی و غربی آشنایی دارند همیهنان، ناخودآگاه برای الحاق آذربایجان به آذربایجان شمالی و جنوبی همیهنان رو آماده این تفکر میکنند. میگه تا کنون افرادی که در بحث درباره آذربایجان به نظریه مذکور تکیه کردند یا خود روسا بودند، یعنی مسئله آذربایجان شمالی و جنوبی رو یا خود روسا مطرح کردند یا شمالی‌ها. شمالی‌ها منظور همین جمهوری جعلی آذربایجان هست که تأسیس شد، که اصلا نامش آذربایجان نیست و در برنامه توضیح خواهیم داد که نامش در گذشته آران و آلبانیا و غیره بود، هرگز بالای رود ارس نام آذربایجان نبود. و یا معدود ایرانیانی نظیر سران فرقه دموکرات آذربایجان، که حتی جناب دکتر جلال متینی در اینجا اذعان میکنند که خود سران در اون دورانی که حکومت میکردن چنین واژه‌ای نگفتند. مسئله آذربایجان شمالی و جنوبی یک واژه است جعلی که توسط ایران ستیزان مطرح میشود. رادیو فردا هم از جمیل حسندی استفاده میکند برای بازگشایی تاریخ به نادرستی. و مسائلی هست جناب نژاد در ارتباط با اسنادی که رادیو فردا و بی بی سی و دیگر رسانه های ایران ستیز مطرح می کنند. من در ارتباط با همین موضوع نقدی هست که جناب نادر پیمایی، این مطلب مربوط به جناب جلال متینی بود، مطلبی هم هست در مورد جمیل حسندی و نقدی که به این سخنان در مورد فرقه دموکرات انجام می گیره، در مورد کتابی که برای جمیل حسندی نوشت و این کتاب در ایران چاپ شد، کتاب جمیل حسندی در ایران چاپ شد به نام فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان. در جایی از کتاب جناب حسندی اشاره میکنند که یکی از دلایلی که افرادی که در فرقه دموکرات بودند به این سو کشیده شدند این بود که دولت وقت آن زمان، یعنی دولت شاهنشاهی محمد رضا شاه پهلوی و پیش از اون رضا شاه بزرگ، اجازه ندادند که آذری ها به مقام و منصب دست پیدا کنند در مقام های لشکری و کشوری و غیره. این آقای حسندی در کتابی که به هر حال در ایران چاپ میکنند این مسائل را عنوان میکنند. فقط جناب نادر پیمایی یکی از پاسخهایی که به هر حال به ایشون میدن در مورد این مسئله به این صورت بود که حشمت الدوله بالاتبار مشاور رضا شاه و محمد رضا شاه بود، اینا از سته آذربایجان بودند دوستان. محمود جم وزیر، نخست وزیر و وزیر دربار سناتور بود. حسن تقی‌زاده نماینده مجلس بود. همه این همیهنان ما آذری هستند و رئیس مجلس سنا. ابراهیم حکیمی وزیر و نخست وزیر بود. آقای محمد ساید که وزیر و سفیر و نخست وزیر و سناتور بودند. آقای علی سهیلی همینطور و مرتضی قلی بیات و غیره. ارتشبد فریدون جم، ارتشبد عباس قره‌باغی که متاسفانه در فاجعه 57 کار اشتباهی انجام دادند که به این موضوع نمیپردازیم. ارتشبد شفقت و دریادار فرج الله رسایی و ارتشبد سعید عرب و بسیاری از افراد، من تعدادشون خیلی زیاد است، شاید وقت برنامه رو نگیره با اسامی زیادی که مطرح کردن. بعد جناب حسندی میگوید اهالی آذربایجان نه تنها به مقامات بالای دولتی راه نمییابند، بلکه از رسیدن به مناسک به مناسب متوسط و کوچک نیز محرومند. ببینید دروغ تا چه اندازه هست جناب نژاد. در مورد مسئله دیگری که جناب حسندی مطرح میکنند، خود واژه آذربایجان شمالی و جنوبی است که دوباره جناب پیمایی نقد میکنند این مسئله رو، و حتی در مورد حرکت خودجوش و ملی که در درون آذربایجان وجود داشت. جناب حسندی و رادیو فردا و رسانه‌های ایران ستیز اینطور عنوان می‌کنند که حرکتی در آذربایجان به وجود آمد، اما استالین بود که از پشت به این حرکت خنجر زد و اینها نتوانستند به اندیشه خودشون برسن. نقدی می‌کنه بر استالین و استالین رو خب مورد نقد قرار میده و اسنادی که در مورد استالین مطرح می‌کنن درست، اما
اشکال کار اونجاست که نقدی که در درون ایران داره به مسائلی که در مورد آذربایجان به وجود آمد کاملا نادرست است. از جمله ایشون میگوید که ارتش سرخ خب پشتیبانی نکرد و این حرکت خودجوش بود. جناب پیمایی میگوید خب طبق گفته‌های خود حسندی، ایشون میگه که 5 میلیون آذری در آن زمان در ایران در اون مناطق زندگی میکردن. جناب پیمایی میگوید اگر 10% شما حساب کنیم که این افراد وفادار به این حکومت بودن و اسلحه‌ای که روسا به اینها داده بود 20,000 اسلحه بود، حداقل 20,000 اسلحه بود که در اسناد خودشون هست، اگر این 20,000 تا رو دست این طرفداران خودشون میدادن، ارتش ایران که وارد تبریز شد حدود 8,000 تن بود. یعنی 20,000 در برابر 8,000، منطقی اینه که 20,000 باید در برابر 8,000 رو شکست میداد و روز اون نجات آذربایجان اتفاق نمی افتاد. و این یکی از دروغ هایی است که آقای جمیل حسندی، رادیو فردا و افرادی که از این کتاب ها و اندیشه های ایران ستیز استفاده می کنند. نقد بسیاری است و مدت برنامه متاسفانه کم هست و من بحث رو به شما واگذار می کنم جناب نژاد در ارتباط با فرقه دموکرات. بفرمایید. سپاسگزارم. اگر که توی برنامه هاشون و تفسیرشون جور دیگری عنوان کرده بودن جای شگفتی بود. اینا به هر حال سالهاست بعض پاشیدن، بسترسازی کردن. من فکر میکنم که نوک تیز پیکان متوجه وحدت ملی ایرانیان است. خیلی هوشمندانه کوشیدن که این رو با چراغهای خاموش جلو ببرن و انجام بدن و خب خوشبختانه میهن پرستان هم حواسشون جمع بوده و دستا رو خوندن. در مورد فرقه دموکرات اصلا احتیاج به توجیه و توضیح واضحات نیست. پیش از اینکه لشکر پیاده تهران به میانه برسه که نخستین شهر آذربایجان شرقی است که از شما از زنجان که میری باید بری به طرف میانه، پیش از اینکه به میانه برسه شورش مردم در آذربایجان آغاز شده بود و شهرها یکی یکی دست مردم میافتاد و فرقه ای ها رو میزدن میکشتن از بین میبردن. ایلات مثل شاسوان ها، ایل ذوالفقاری، اینا حرکت کرده بودن و خیلی جاها رو اشغال کرده بودن. در حقیقت لشکر یک پیاده تهران هنگامی که وارد آذربایجان شد با شهرهایی که دست خود مردم افتاده بود و دست فرقه آزاد شده بود روبرو شد. کاری که کردن فرقه ای ها رو که مردم یا میزدن یا میکشتن و دستگیر کردن، نظم رو به شهر رو برگردوندن. اینها هستش، اینا اصلا نیاز نیست که کسی بخواد بره توجیه کنه بگه مثل آقای جمیل حسنمند که مثال زدید. این جریانات نوشته شد، گفته شد. سرگل باقروف موقعی که به پیشوری میگه جمع کنیم بساطتون رو باید بریم و توافقات صورت گرفته و شما بی خود خودتون رو خسته نکنید و فرار کنید، جونتون رو بردارید نجات بدید، پیشوری گفت شما باید به ما پشتیبانی میدادید، ما توقع داشتیم، ما قبلا با هم قرار داشتیم. و باقروف که به هر حال در باکو قدرت داشت به ترکی واژه‌ای میگه، یعنی جمله میگه که من جمله ترکیشو نمیدونم ولی معنیش خیلی معروفه. این ترجمهش این است که آن که تو رو آورد حالا میگه برو. دقیقا به همین سادگی اون که تو رو آورد میگه برو. ولی این بحثا نبوده. وقتی هم که مهره های سوخته رو برگردوندن به جمهوری خودخوانده آذربایجان به باکو، یک صحنه تصادف ایجاد کردن و پیشوری رو کشتن، در یک تصادف کشته شد. غلام یحیی که به اصطلاح وزیر دفاعشون بود، وزیر جنگ فرقه بود، بلای دیگری سرش اومد. اینها در حقیقت مهرهای سوخته بودن، به کارم نمی اومدن. اما چیزی که این وسط به نظر من با امروز روز ما یه مقدار گره میخوره باید بهش بپردازیم این است که من وقتی صحبت از آذربایجان شمالی جنوبی میشه میفهمم که اینها عموما جریانات پانتورکن، جریانات قومی قبیله‌ای ان. اما کل من از اتحاد آذربایجان وحشت ندارم که چی. من اصلا میگویم اتحاد آذربایجان این بازگرداندن بالای عرس به دامن ایران، باید ازش استقبال کرد. منتها با اتفاقاتی که ظرف 20 چند سال گذشته افتاده پس از فروپاشی شوروی سابق، جمهوری باکو خیلی نزدیک شد به ترکیه. ترکیه از موقعی که اسلامگرایا به قدرت رسیدن، آقای رجب اردوغان و دار دستش، به طور مشخص اسلامگرایی و پانترکیسم رو با هم آمیخته کرد
و این سیاست به اصطلاح عثمانیگری رو دوباره زنده کرد و نفوذ بسیار بسیار زیادی داره در جمهوری آذربایجان. اخیرا هم که بیانیه‌ای دادن و گفتن که میخوان کمک کنن که جمهوری آذربایجان بخش های اشغال شده رو، منظورشون فکر کنم قره‌باغ و نخشوان ایناست، پس بگیره. به هر حال مدعی الان جمهوری خودخوانده آذربایجان ترکیه است که خود ترکیه از نظر هویتی کاملا کشورش مخشوش. موقعی که رضا شاه میره به دیدن آتاتورک در ترکیه، که خیلی هم این دو نفر به هم نزدیک میشن، توی ظاهرا درد دلی که با هم میکنن، رضا شاه گویا میگوید که ما داریم فرهنگ سازی میکنیم در ایران و فرهنگ سازی خیلی کار سختی است. آتاتورک پاسخ خیلی جالبی میده، میگه کار ما از شما خیلی سختتره، شما دارین فرهنگ سازی میکنید و ما اینجا در ترکیه باید ملت سازی کنیم. یعنی ملتی وجود نداره، ما باید ملتی برای ملت ترکیه بسازیم. فراموش نکنیم ترک از نظر علمی به قبایل زرتشت گفته میشه، به مردم آسیای میانه مثل قرقیزها، قزاقها، ازبکها، ترکمنها و قبایل مختلفی که در اونجا بودند و هنوز هم هستند. 1453 اگه اشتباه نکنم، یعنی چیزی حدود 556 سال پیش، سلطان محمد فاتح موفق شد قسطنطنیه رو فتح کنه و با یه نیروی حدود 30,000 نفر ترک وارد پایتخت بیزانس یا روم شرقی شد و اولین کاری که کردن، شروع کردن مساجد رو از کلیساها ایجاد کردن و کلیساها تبدیل به مساجد شد و رو گلدسته ها شروع کردن از آن گفتن و بافت مسیحی روم شرقی یا بیزانس خیلی کوتاه مدت تبدیل به بافت مسلمان شد. ولی مردم که در فلات آناتولی در ترکیه کنونی زندگی میکردن، شامل اسلاف ها بودن، ارمنی ها بودن، آسوری ها بودن، کرد ها بودن، یونانی ها بودن، مردم مقدونیه بودن، مسدونیا بودن و خود ترک ها که برها بعد از اینکه سلطان محمد فاتح گرفت قسطنطنیه رو، بعضی قبایل کوچ داده شدن و به ترکیه کنونی آمدن، از خاور دریای مازندران به باختر دریای مازندران. در نتیجه از یک آمیختگی از گروه های قومی و نژادی مختلف جایی درست شد که به خاطر اینکه تونست خلافت اسلامی رو در آنجا برقرار کنه، به مرور هویت اسلامی گرفت و طبیعتاً چون حکام سلاطین از قبایل ترک بودن، ترکیه هم به خودش هویت ترکی گرفت. حالا این ترکیه الان مدعی مناطقی است که در سنه 19 از ایران جدا شده. یعنی اگه قبلش ادعای باشه، حتی با دیپلماسی امروز باید ملت ایران مدعی این سرزمین ها باشه، نه ترکیه‌ای که خودش ساختش به عنوان دولت ملت و ایجاد هویت ملی براش یه چیز جدیدی است، به اقرار آتاتورک و به اقرار کسانی که خودشون تاریخ و فرهنگ ترکیه رو میشناسن و دچار تعصب نیستن. ما متاسفانه پس از 1990، پس از فروپاشی شوروی سابق، به خاطر سوء سیاست‌های جمهوری اسلامی، به جای اینکه به دنبال احیای ایران شهر بزرگ باشیم و بتوانیم این جمهوری‌های تازه استقلال را یافته رو دستشون رو بگیریم، به هم نزدیک کنیم و ایجادی همدلی بکنیم و بتوانیم یک رستاخیز ایرانی رو در منطقه شاهد باشیم، با اسلامگرایی و شیعه گرایی که جمهوری اسلامی از خوش بروز داد، ما این فرصت رو از دست دادیم، چه در آسیای میانه چه در قفقاز، و ترک‌ها رفتن ترکیه یا بعد جاهای خودشون رو صفر کردن. در حال مقوله هایی که برمیگرده به مسئله آذربایجان، آذربایجان سرزمین است ایرانی با مردم ایرانی، مردمی که نوروز را جشن میگیرن مردم ایرانی هستند، مردمی که چهره هاشون آقای کیا با من و شما تفاوتی نداره ایرانی هستند، مردمی که در کهن‌ترین متون ایرانی، از متون خیلی خیلی پیش از ساسانیان بگیرید تا پایان دوره ساسانیان، هر جا نامی از ایران میاد، از آذربایجان نام میاد، از آتورپاتکان به اصطلاح، از خراسان میاد، از سیستان میاد، از خوزستان میاد، اینها عجین شدن با ایران و ایران بدون این چارگوشه اصلا معنا نداره. کاری که ما باید بکنیم این است که ما ایران دوستان باید از قالب دفاعی در بیاییم، وارد فاز تهاجمی بشیم، تهاجم از نظر افشای حرکت‌های ایران ستیز، و در این زمینه بازخوانی تاریخ
و وضع کردنش و پیوندانش به شرایط کنونی به نظر من بسیار بسیار مهم و حیاتی است. به فرمایشات شما جناب نژاد، یکی از افرادی که در زمینه نام پژوهش کردند توران یا سکاییان، ترکان، آران و آذربایجان. این کتاب پژوهشی است توسط دکتر زرتوش ستوده که در ارتباط با نام انجام دادند، یعنی نام آذربایجانی که در ایران هست و نام جمهوری جعلی آذربایجان که آران هست و در این کتاب توضیح میدن، و در کتاب دیگری که باز هم جناب ستوده پژوهشی انجام دادن که مربوط دقیقاً مربوط به مبحث مورد نظر هست، آران و نیمه تالشی کی و چرا کی و چگونه آذربایجان نامیده میشوند. یعنی دقیقاً در این کتاب جناب ستوده توضیح میدن که این نامی که امروزه سیاستمداران شوروی و روس استفاده میکنند و حتی پانترکیستا به این نام تکیه میکنند برخواسته از کجاست و نامهای راستینش رو در منطقه ایشون در پژوهش که انجام دادن مطرح میکنند و حتی نامهای ایرانی رو که در مناطق آران هست و نامهای ایرانی که بنمایه های فکری ایرانی در زبانهای ایرانی دارند رو جناب زرتوش ستوده با پژوهش گرانقدرشون انجام دادن. همچنین پیرو به بحث شما باز جناب نژاد، این دو کتاب متاسفانه در ایران نیست، اما کتاب پانترکیس و ایران، این کتاب نوشته جناب کاوه بیات هست در ارتباط با موضوع مورد بحث جناب نژاد. پیش از اینکه رضا شاه به حکومت برسد در ترکیه و ایران در روزنامه ها مباحثی مطرح بود در ارتباط با هویت ایرانی و ترکی، که در این مباحث جناب روشنی بیگ از کشور ترکیه مقاله هایی رو می نوشت در ارتباط با هویت ترکی و از ایران هم فردی پاسخ می داد به مقاله های این فرد در ترکیه که در استانبول بود به نام علی صادق تبریزی. فردی که از هویت ایرانی دفاع می کرد علی صادق تبریزی بود و در نامه هایی که به هر حال میان این دو تبادل نظر می شد جناب علی صادق تبریزی بارها بارها اشاره کرد که آقای روشنی بیگ، شما نمیتونید من رو متهم به شوینیست فارس کنید، من پدر و مادر آذری دارم و هرگز شما نمیتونید از این واژه ها در مورد من استفاده کنید، همونطور که در برابر شهریار نمیتونن استفاده کنن، همونطور که در برابر احمد کسروی تبریزی نمیتونن استفاده کنن که پشتیبانی واقعا هم علمی و هم معنوی از ایران و خاک ایران زمین انجام دادن. و همچنین در ارتباط با اگر دوستان عزیز بخوان پژوهش انجام بدن در ارتباط با حوادثی که در دوران فرقه دموکرات به وجود آمد میتونن به کتاب ما و بیگانگان اثر نصرت الله جهانشاملو افشار زنده یاد، این کتاب در ایران چاپ شده، این کتاب رو میتونید بخونید همیهنان عزیز و در خارج از کشور هم هست این کتاب. و ایشون پیش از درگذشتشون کتابی نوشتن در ارتباط با مسائلی که در ارتباط با فرقه دموکرات به وجود آمد. ایشان یکی از 53 نفری بودند که در زندان بودند در دوران رضا شاه و همچنین پس از اون عضو حزب توده میشن و مسئول سازمان جوانان حزب توده میشن و پس از اون معاون اول پیشوری میشوند. یعنی آقای نصرت الله جهانشاه‌اولو افشار معاون اول آقای پیشوری کتابی می نویسد به نام ما و بیگانگان. در این کتاب اذعان می کند خیانت هایی که فرقه دموکرات آذربایجان انجام داد، گفتگوهایی که میان استالین و طرفداران فرقه به وجود آمد، از جمله همون نکته‌ای که جناب نژاد شما در برنامه مطرح کردید که همان کسی که تو را آورد به تو میگوید برو، این مسئله است که جناب جهانشاه افشار در کتابشون ما و بیگانگان مطرح کردن زمانی که خودشون حضور داشتن. یعنی این فردی که معاون اول پیشوریه دیگه، شخص دوم فرقه دموکرات آذربایجان داره مطلب رو میگه. به هر حال مخالف هم نیست که دوستان بگن بله ایشون یک چهره ملی ایرانی است و به هر حال به خاطر مخالفت این مسائل مطرح میشود. و حتی جناب عنایت الله رضا که خودشون هم از افرادی بودن که در فرقه بودن و اسناد مربوطه رو ارائه میدن. جناب نژاد مثل این که کتابش رو شما دارید، من کتاب رو همکنون ندارم. آره چون کتاب خیلی خوبی، سیف احمد به همیانا معرفی نکنم، کتاب اران
از دوران باستان تا آغاز عهد مغول اران همین منطقه است که امروز بهش میگن جمهوری آذربایجان، جمهوری باکو. در حقیقت اران نام ایرانی و نام درستشه، آلبانی هم بهش گفته میشده و خیلی خوب رد پای اومدن ترکان رو به مرور به اون منطقه گفته و هویت ایرانی منطقه و سرزمین رو هم با نامها و هم با حضور قبایل و حضور مردم روشن کرده. به نظر من در کنار کتاب‌های بسیار ارزنده‌ای که شما نام آوردید، این هم کتاب بسیار خوبی است، مستند بسیار نیرومندی است. خیلی جالبه مطلبی که گفتید در مورد علی صادق تبریزی. ببینید در ایران زمین هر دوره تاریخی یه بخشی از ایران مردان بزرگی رو ایجاد کرده، توی دوره خراسان بزرگ، توی دوره یه منطقه کوچکی مثل تفرش و آشتیان و فراهان و اینا، در یه دوره پیرامون انقلاب مشروطه، کمی پیش از اون، کمی پس از اون، آذربایجان ایران دوستان بزرگی رو به صورت تولید کرده. اصلا از نظر تئوریک در بعد عمل نمیگم، چون در بعد عمل رضا شاه فکر کنم بی رقیبه، ولی در بعد تئوریک از بنیانگذاران ناسیونالیسم نوین ایران چندین نام بزرگ همشون آذربایجانی هن. احمد کسروی رو شما ازش یاد کردید، در کنارش کاظم‌زاده ایران شهر رو داریم، یکی از کسانی است که بسیار کار کرده در مورد احیای هویت ایرانی در اواخر دوره قاجار. ما حسن تقی‌زاده رو داریم، تقی‌زاده خودش از کسانی است که رو ناسیونالیسم ایران خوب کار کرد و پایه‌گذاری کرد. و اگر به اینا اضافه کنیم زین‌العابدین مراغه‌ای رو، اگه به اینا اضافه بکنیم آخوندزاده رو، شما ببینید که شاید 70% کسایی که تو پردازش ناسیونالیسم ایرانی نقش داشتن توی 120 سال گذشته ایرانیان آذربایجانی بودن. اینجا دیگه شوونیسم فارس و این چیزا واقعا حرفای بیمزه و بیمعنایی است که در حد شعارهای آدمای لومپن واقعا. اکنون هم جناب نژاد یکی از افرادی که مقابل این پانتورکا و ایران ستیزان قرار گرفت، جناب طباطبایی هستند که اکنون در ایران زندگی میکنند. جواد طباطبایی تبریزی که ایشون از مطالبشون بسیار من استفاده میکنم، یه جمله خیلی زیبایی داشتند که پانتورکیس ملغمه ای از بیشعوری و بیسوادی است. من با اجازه ایشون میخوام این جمله رو به آخرش اضافه کنم که ملغمه از بیشعوری، بیسوادی و بیشرمی است، چون برخی ادعاهای اینا واقعا بیشرمی میخواد. ولی به هر حال میدونید سرزمینی هستیم که به خاطر نارضایتی عمومی مردم از شرایط خیلی راحت میشود سمپاشی کرد. شما ببینید 35-6 ساله، 37 ساله که به هر حال رادیو تلویزیون ایران هر موقع باز شده یا اذان بوده یا غم و غصه بوده یا سیاهی بوده یا آخون بوده، و از اون طرف جمهوری باکو موسیقی پخش میکرده، خانومهای شیک، جوانهای شاداب، از اون ور تلویزیون عراق یا برنامه عربی، برنامه شاد و جوان پسند، طبیعتاً 4 تا ایرانی عرب زبان در خرمشهر، در نمیدونم اهواز، یا 4 تا ایرانی ترک زبان در تبریز یا ارومیه، ممکنه که نگاه کنن بگن آقا این بر خفقان، این بر سیاه، این بر مذهب، اون بر آزادیست، تنفس تجدده. خیلی راحت میشه ادعای افرادی رو که نه خودشون رو خوب میشناسن نه پیرامونشون رو خوب میشناسن تحت تاثیر قرار داد. ما یه مقدارم باید بپذیریم داریم چوب شرایط اجتماعی حاضر در ایران رو میخوریم. چرا 35 سال پیش کسی صحبت رو نمیکرد؟ 40 سال پیش این که صحبت رو نمیکرد. به هر حال من فکر میکنم که ما باید در کنار افشاگری جریانات قوم و قبیله ای و جریانات تجزیه طلب مرتب اینو بگوییم که ما مشکلاتمون به عنوان ملت مشکلات مشابه، مشکلی که جوانی در مشهد یا اصفهان یا ساری یا کاشان یا یزد داره، مشکل جوانی است که در سنندج داره، یا مشکل جوانی است که در تبریز، یا مشکل جوانی است که در هویز است یا در بلوچستانه. همه ما گرفتاری‌های یکسانی داریم و من مطلقاً هیچ اعتقادی آقای کیا به این جریان ستم مضاعف و این چیزا ندارم. من فکر کنم همه ایرانیان دارن یه ستم متحمل میشن، فقط ستم مضاعف به نظر من میتواند متوجه خانوم ها باشه که خب به طریق اولا در ایران زیر فشارن. درست پیرو، چون من فکر کنم چند دقیقه دیگر به پایان برنامه نزدیک میشیم،
خب در دوران 70 سال پیش روی کردی که در ارتباط با تجزیه طلبان و افرادی که در پی تجزیه ایران بودند، چه در بخش‌های آذرنشین چه در بخش‌های کوچکی از مناطق کردنشین، فقط در همون منطقه چند کیلومتری مهاباد، فرد مانند غازی محمد، ایشون هم یکی از سرکردگان استالین بودن و تقاضای پول و سلاح کرده بودن مانند پیشوری، که نامه پیشوری هست و متاسفانه برنامه ما کوتاه است. نامه پیشوری زمانی که از استالین، دولت شوروی، تقاضای پول و سلاح میکند و پس از اون میبینیم که پاسخ استالین چه بود، میگه ما از شما میخواستیم استفاده کنیم برای امتیاز استخراج نفت شمال ایران، و پاسخی که استالین در نامه به پیشوری میده و در واقع پیشوری رو میسوزاند. و یکی از نکات جالب جناب شاهین این است که آقای جمیل حسنی و افرادی که این مطالب رو در مورد حرکت‌های خودجوش و ملی در درون آذربایجان به این صورت مطرح میکنید، از واژه ملی در مورد پانتورک‌ها استفاده میکنید، اگر پایگاهی داشت پیشوری و رفقاش که پس از اینکه ارتش سرخ از ایران خارج شد، به محض خروج فرقه متلاشی می شود، یعنی فرقه دوام نمی آورد، یعنی دوام فرقه دموکرات آذربایجان به حضور ارتش سرخ وابسته بود. ارتش سرخ آمد، فرقه به دنبالش آمد، ارتش سرخ رفت، فرقه هم رفت. ولی اینا نشون میده که اینا جایگاه مردمی نداشتن. به چند روز هم نمیگذره که فرقه متلاشی میشه و مردم استقبال میکنن و ارتش اصلا وارد اون جنگ و مسائلی که در مورد جریان های تجزیه طلب میاد نشد، و این یکی از نکاتش استقبال مردم از ارتش هست. و یکی از نکاتی که نباید فراموش کنیم، پشتیبانی محمد رضا شاه پهلوی و ارتش ایران از مردمی که در آذربایجان زندگی میکردن، از زنان و مردان آذری ما، و زمانی که پادشاه هم اگر اشتباه نکنم در سال 1326 به آذربایجان میره، مورد استقبال بی‌نظیر مردم در آذربایجان قرار میگیرنشون. من از کارگردان برنامه میخوام تکه کوتاهی از سخنرانی شاهنشاه آریامهر رو در ارتباط با آذربایجان که در آن سالها اتفاق افتاد رو پخش کنند. سپاسگزار میشم. خداوند قادر متعال را به شهادت میطلبم که تا امروز با وجود مخاطراتی که در راه انجام این مقاصد حتی زندگی مرا تهدید می کرد، به این پیمان وفادار بودم و در راه حفظ حدود ایران با وجود اشغال نظامی کشور در زمان جنگ و مصائبی که بعد از آن در دوره هرج و مرج به کمک عوامل مخرب ایجاد شده بود، به توفیق الهی و پشتیبانی ملت عزیز ایران عموماً و مردم فداکار آذربایجان خصوصاً، توانستم خطه مقدس آذربایجان را از کام تجزیه طلبان برهانم و تمامیت ارضی میهن خود را محفوظ و محروس بدارم. سپاسگزارم از کارگردان برنامه. یه چند نکته است در ارتباط با سخنرانی شاهنشاه آریامهر. یک، که از خدا کمک پشتیبانی کردند و ملت عموما و خصوصا مردمی که در آذربایجان زندگی می‌کردند، که در فرمایشات شاهنشاه آریامهر به خوبی مشخص بود و پس از اون بود که ارتش و ایشون توانستند آذربایجان را آزاد کنند. جناب نژاد، پس از اینکه در حدود 70 سال پیش نگاه کنیم به جریان‌هایی که در ارتباط با آذربایجان به وجود آمد، نگاه می‌کنیم در اونجا می‌بینیم سیاست‌های شوروی عامل اصلی بود، اما رویکردی که امروز نگاه می‌کنیم در ارتباط با مسائل آذربایجان و حتی برخی از مناطق کردستان، می‌بینیم سیاست تغییر کرده. این سیاست به سمت غرب رفته، یعنی پشتیبانی غرب از گروه‌های تجزیه طلب. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که امروز رادیو فردا داره این مسائل رو مطرح میکنه، به خاطر مسائلی که در ارتباط با روسیه به وجود آمد و با یک زاویه یک طرفه دارن به مسائل نگاه میکنن. جا داره که ما یه مقدار به هوش باشیم و بدانیم که چند سال پیش سناتوری مانند دانا روهرا باکر آمد و به صورت رسمی از هیلاری کلینتون خواست که به هر حال از کسانی که در
جمهوری جعلی آذربایجان هستند پشتیبانی کند برای پیوستن آذربایجان ایران به بخشای از دست داده ای که اونها مطرح کردند و مسئله دقیقا تجزیه رو در ایران مطرح کردند. همچنین در ارتباط با سیستان و بلوچستان هم ایشون نامه داده بودند چند سالی پیش و این مسئله تجزیه طلبی در ایران رو مطرح کرد. یعنی سیاست های انگلستان رو که نگاه میکنیم با افراد و مهمان هایی که در برنامه دعوت میکنن به عنوان کارشناس و اون مسئله هویت ترکی رو مطرح میکنن به عنوان نژاد در ایران، چون ما بحث ما در ایران مردم آذربایجان نژادشون ترک نیست، خب زبان ترکی و این مسئله با زبان هایی که در گذشته در ایران بود، زبان پهلوی آذری و غیره، یه بحث دیگری است، نژاد بحث دیگری است. اینا میگویند که مردمی که در آذربایجان زندگی میکنن نژادشان اصلا ترک است، که خود ترک زیر علامت سوال است. حالا این مسئله که مطرح میکنن که جای خود داره. امروز میبینیم سیاست غرب به سمت تجزیه طلبی است، به ویژه حتی زمانی، حتی امروز هم میبینیم که اسرائیل هم از برخی از تجزیه طلبان در رادیوها میبینیم اینا پشتیبانی معنوی میکنند و همچنین دولت ترکیه که پان ترکیستایی که در ایران فعال هستند براشون به هر حال جایگاهی رو فراهم میکنه که اینها بتونن میتینگ داشته باشن، کنفرانس داشته باشن و غیره. یعنی ترکیه و اسرائیل و امریکا به طور خیلی رسمی گاهی اوقات برخی از سناتورهاش به صورت رسمی اعلام کردن که پشتیبانی میکنن جریانهای تجزیه طلب. این روی کرد چطور به اون سمت کشیده شد جناب نژاد؟ اینها اهرم هایی است که استفاده میکنن برای امتیاز گرفتن، تحت فشار قرار دادن. به طور مشخص دستکم در مورد امریکا و اسرائیل دولت های این دو پشتیبانی مشخص از این جریانات نکردن، ولی عواملی، عناصری مثلا در امریکا همچنان که گفتید کانگرسمن کالیفرنیا این کارو کرد و به نظر میاد بیشتر یه سری اعمال فشار هاست برای گرفتن امتیاز، همچنان که در مورد بلوچستان هم خواستن توی مقطع این کارو بکنن. روسیه امروز هیچ مشکلی برای تمامیت ارز ایران ایجاد نمی‌کنه. رو منافع ملی مقداری ما رو گرفتار کرده در دریای مازندران و متاسفانه ما اونجا مقدار گرفتار شدیم سر سهم ما در دریای مازندران. اما روی تمامیت ارزی روسیه الان نه تنها مشکلی نیست برای ما، بلکه شاید بتواند یه متحد در کوتاه مدت یا میان مدت باشه. فراموش نکنیم اگر قرار باشه زبان برای مردمی جدایی از سرزمین اصلی و میهنشون بیاره، با این حساب برزیلیا که زبانشون پرتغالی است باید همه پرتغالی باشن، در حالی که 500 هزار تا پرتغالی هم اونجا نرفت وارد نشد. کل امریکای جنوبی اسپانیایی زبان است، ارتباط اینا با اسپانیا چیست؟ ارتباطی با هم ندارن. شما این به شیلیایی یا به یه اروگوئه بگین که شما باید بریم داخل اسپانیا، بخش از اسپانیا بشین، میخندن به شما. و همچنین افریقای جنوبی و بریتانیا و جای دیگه، زبان مطلب دیگری است، هویت ملی چیزی دیگری است. و من خوشحالم که به مرور این بحثا بین مردم هم رفته و افراد یه مقداری خودآگاهی ملی پیدا میکنن بر آنچه که هستن. به هر حال فکر میکنم این بحثا رو ما باید ادامه بدیم در ماهای آینده. سپاسگزارم از شما جناب نژاد و همچنین از بینندگان و شنوندگان برنامه نوزای ایرانی که وقت با ارزششون رو در اختیار ما گذاشتن. پاینده ایران، بدرود.